سلام، باز هم خوشحالم که روز دیگر در خانه های شما اجازه داریم باشیم و با هم سر سفره الهی بشینیم. امروز دو تا آیه در دلم هست. قبل از اینکه برنامه ها شروع بشه با شما این دو آیه رو تقسیم کنم. یکیش یوحنا 4:42 هستش، قسمت دومش. یوحنا 4:42 میگه کلام خداوند: دیگر تنها به خاطر سخن تو ایمان نیاوردم، زیرا خود سخنان او را شنیده و میدانم که این مرد به راستی نجات دهنده عالم است. و در اول یوحنا 4:14 کلام خدا میگه: و ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر خود را فرستاده است تا نجات دهنده جهان باشد. پدر آسمانی ما پسر خود را فرستاده تا نجات دهنده من و شما باشه. پس هر که او را بپذیره و او را با ایمان قبول کنه و با دهانش شهادت بده که او پسر خداست و نجات دهنده من، امروز نجات در خانه شما خواهد بود. با این نجات امروز بریم و برنامه های امروز رو با هم ببینیم. بریم و لذت ببریم. با ما باشید. شما می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید. دوستان و هموطنان ارجمند، شما را به برنامه مودت خوش آمد می گوییم. امیدواریم که پیغام امروز که توسط کشیش ایوان برای شما ارائه می شود، ایمان و اعتماد شما را نسبت به خدا و کلام مقدسش بیفزاید. از انجیل متی باب 18 آیه 1-4 برای شما قرائت می شود. در همان ساعت شاگردان نزد عیسی آمده گفتند: چه کس در ملکوت آسمان بزرگتر است؟ آنگاه عیسی طفلی طلب نموده در میان ایشان برپا داشت و گفت: هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد، همان در ملکوت آسمان بزرگتر است. کشیشیوان بفرمایید. ما خیلی خوشحالیم که این فرصت به ما داده شده که بتونیم از کلام خداوند براتون چیزهایی را باز کنیم. البته خداوند عیسی مسیح در اینجا خیلی مطلب عمیقی را برای ما باز میکنه. چون شاگردان میگن چه کس در ملکوت آسمان بزرگه؟ بزرگی در نظر شاگردان یه چیز دیگه بود، اما در نظر عیسی مسیح میگه کسی که مثل این طفل بشه، یعنی خودشو فروتن کنه، خودشو کوچیک کنه. برای اینکه ما بدونیم معنی و مفهوم واقعی گفتار عیسی مسیح، لازمه که در خصوصیات بچه تفکر کنیم، تأمل کنیم، ببینیم این بچه چه چیزهایی داره که عیسی مسیح ما را میخواد مثل این بچه بشیم. 7 نکته است که در بچه خیلی زیباست و ما از این 7 نکته میتونیم درس‌های عمیق روحانی یاد بگیریم. اولین نکته اینه که بچه در گفتن حقیقت همیشه شهامت داره. وقتی بچه میدونه یک چیزی حقیقت داره، دست نمیکشه و نمیترسه که این حقیقت را در هر جا که هست بگه. و این نشانه اینه که مسیح میخواد بگه ما باید این شهامت را داشته باشیم. وقتی بشارت انجیل را ما میدونیم که حقیقته، به همه بگیم بدون ترس. نباید از کسی واهمه‌ای داشته باشیم، نباید از هیچ چیزی بترسیم، چون محبت خدا این ترس‌ها را بیرون انداخته. ما از محبت خدا پر شدیم و این همه ترس‌ها از ما رفته. در دومین نکته، چیزی که بچه میدونه درسته، نه فقط با شهامت میگه، بلکه اصرار میکنه. مصرانه این حرف صحیحش را به همه میگه. میگه نه، بابا گفته این، یعنی همینه که بابا گفته و ازش کوتاه نمیاد. یعنی اینکه ما وقتی میدونیم که این کلام درسته، باید فکر ثابت داشته باشیم بر کلام خداوند. فکر ثابت در سلامتی کامل نگه می‌داری. کلام خداوند میگه. پس بچه فکر ثابت داره چون که اصرار می‌کنه. نکته سوم،
بچه خواسته هاشا با پافشاری میگیره. یعنی وقتی یه شکلات میخواد حتما از مادرش میگیره، برای اینکه انقدر اصرار میکنه که ماما اینا میخوام، که مامانش مجبور میشه این شکلات رو به بچهش بده. حالا ما در دعا باید مصر باشیم. مسیح میخواد بگه که وقتی دعا میکنید خسته نشید، مصرانه بخواهید که این به شما داده بشه. و بارها در کلام خداوند آمده که در دعا مصر باشید. نکته چهارم، وقت خوراک و خواب بچه مشخصه. وقتی خوابش میاد بچه میخوابه. وقتی خوراک لازم داره کسی نمیتونه خوراکش نده. مادر حتی اون لقمه خودشو میذاره پایین و به بچهش میرسه. همینطور ما وقت کلام خوندن و دعای ما باید مرتب باشه. این غذای روح ماه، این نفس روحانی ماه. ما اگر نتونیم وقت درست داشته باشیم برای کلام خدا و نتونیم دعامون رو منظم داشته باشیم با خداوند عیسی مسیح، یعنی رابطه مستقیم، خب هیچ وقت نمیتونیم وارد ملکوت خدا بشیم، چون کم میاریم. همینطور نکته پنجم، بچه به حرفای پدر و مادر خیلی اهمیت میده. من حتی شاهد این هستم که مردا پیرم شدن هنوز میگن که بابام اینا میگفت، مادرم اینطوری فکر میکرد. یعنی این حرفای پدر مادر خیلی در بچه اثر کرده، یعنی خیلی اهمیت میده این بچه به حرفای اولیاش. ما چقدر به وعده های خدا اهمیت میدیم؟ وقتی دشمن میاد به سراغ ما و ما را میخواد از راه منحرف کنه، چقدر میگیم بابا اینا گفته، بابای روحانی ما نه اینجوری گفته. چنان که عیسی مسیح وقتی شیطان اومد تجربهش کنه گفت که بابای من گفته که انسان نه محض نان زیست کند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر میشه. یا بابام گفته که فقط منو بپرست، کسی دیگر را نپرست. حرفای بابا اثر داره و ما باید اینا داشته باشیم اگر میخواییم وارد ملکوت خدا بشیم. به وعده های خداوند امین باشیم و بیستیم روی وعده های خدا و اعتماد کنیم. یعنی وقتی این نکات را ما داشته باشیم نشون میدیم که واقعا به خدا اعتماد داریم. نکته ششم، بچه خیلی دوست داره داستان بشنوه و خیلی مایله که هدیه بگیره. این دوتا چیز در بچه خیلی قویه. دوست داره همیشه براش داستان بگی. شبا وقتی داستان بگی میخوابه. روز بگی بیا ساکت باش من میخوام یه داستان بگم، حتما گوش میکنه. و یا اگر هدیه براش خریدی با کمال میل میاد پیش تو و این هدیهشو میگیره، با علاقه میاد. ما چقدر علاقه داریم به قرائت کلام خداوند؟ ما چقدر دوست داریم داستانهای کلام خداوند را که گفتار پدر روحانی ماست اونا بشنویم از خودش و ازش درس یاد بگیریم و با انتظار اینا گوش کنیم و یاد بگیریم. و چقدر به عطایای روحانی که هدایای پدر ماست به اون اهمیت میدیم و میخواییم ازش بگیریم. و بالاخره نکته هفتم، بچه دوست داره با هم سن و سالای خودش بازی کنه. دوست نداره با بزرگ سالان باشه یا با کوچیک‌تر از خودش. ما هم در کلیسا باید این را داشته باشیم. اگر می‌خوایم واقعا شاگرد مسیح باشیم ما باید بیشتر چسبیده باشیم به ایمانداران نه بی ایمانان. هم بازی‌های ما هم ایمانای ما هستند، مثل این بچه. اگر در یه مهمانی شما باشید میبینید که این بچه خوشش میاد بره با اون بچه های دیگه بازی کنه، نمیخواد بشینه با اون آقایون و خانم های بزرگ سال اونجا بشینه گوش کنه، خسته میشه میبره. و همینطور ما هم چقدر دوست داریم بریم با ایمانداران دیگه، با کلام خداوند، با سرودها، با مزامیر و با خیلی چیزهای مطالب روحانی گفتگو کنیم. این خیلی مهمه برای ما و نباید هیچ وقت اون جمع ایمانداران را ترک کنیم. خب دوستان عزیز، ما با این هفت تا نکته
میفهمیم که چرا عیسی مسیح گفت هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد همان در ملکوت آسمان بزرگ است. پس دعا کنیم که خداوند این خصلت ها و این خصوصیات، این صفات بچگانه را در ما همیشه رشد و نمو بده تا ما با جرأت بتونیم بگیم ما هم وارد ملکوت خدا خواهیم شد. خداوندا در نام عیسی مسیح می طلبیم که به ما شهادت بده که در بشارت انجیل همیشه سایه و کوشا باشیم، فکر ثابت داشته باشیم در کلام خداوند، در دعا مصر باشیم، وقت بدیم به کلام خداوند، به وعده های تو اعتماد کنیم و همیشه وقت کلام داشته باشیم، عطایای روح را بطلبیم و مخصوصا مشارکت محکم و دائمی با ایمانداران داشته باشیم، زیرا همه اینها را به نام عیسی مسیح زنده حاضر و ناظر می طلبیم. آمین. امیدوارم که این پیغام عالی باعث برکت شما شد و مثل بچه اعتماد شما را فقط و فقط به خدا دائم در زندگی خود به کار خواهید برد. شما می توانید با شماره واتساپ 2031-368-98-98-98 با ما تماس بگیرید و همینطور با ایمیل wppersian@gmail.com. توانید با شماره واتساپ 2031-368-98-98-98 با ما تماس بگیرید
و همینطور با ایمیل wppersian@gmail.com. امیدوارم تا این لحظه از برنامه ها لذت برده باشین و ایمان دارم که اگر با دقت به کلام خدا و به پیغام هایی که کشیش های عزیز در این درس ها به شما دادن، همه اینها باعث برکت و تعویض زندگی شما بشه. اصلا کار خدای ما اینه، کار خداوند ما تعویضه. در این میان میخوام باز هم از فرصت استفاده کنم، یک آیه دیگری رو با شما تقسیم کنم. این آیه رو با هم بخونیم. لوقا 19 آیه 10 میگه: زیرا پسر انسان آمده تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. اگر امروز احساس میکنی که گمشده هستی و اینکه کسی رو نداری، احتیاج به کمک خدا داری، پسر انسان آمده تا تو رو بجوه و حیات ببخشه. به او اعتماد کن. با ما باش در ادامه برنامه. شما میتوانید با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 با ما در تماس باشید. خیلی خوشحال هستم که خدا این فیض رو داده که امروز اجازه داشته باشم مجری برنامه هایی باشم که پیغام خداوند رو به تمام هموطنان و فارسی زبان های دنیا پخش میکنه و این افتخار بزرگی برای من. افتخار بزرگتر از اینه که بگم خداوند اینقدر جهان رو محبت نمود، تیگان پسر خودش رو داد تا هر که به اون ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. یک آیه دیگه رو میخوام براتون بخونم از اول قرنتیان، ببخشید دوم قرنتیان 5 آیه 17. میگه: پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. میگه چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده است. پس چیز کهنه دیگه نیست. کهنه ها رو دور بریزین و چیزهای تازه رو به دست بیارین. خوشحالیم که تا این لحظه با ما بودین. امروز ایمان دارم که شما هم تازه شدین در این پیغام ها، در این موزیک کلیپ ها و در همه این برنامه هایی که ما برای شما تهیه کردیم و ایمان دارم که زندگی شما عوض شده. خواهشم اینه که با ما در تماس باشید. اگر سوالی دارین با تلفن هایی که در زیر این برنامه میاد با شماره فاکس ما فاکس بزنید، با ما با ایمیل در تماس باشین. خوشحال میشیم که ما رو تشویق کنین و همینطور خوشحال میشیم که پاسخگوی نظرهای شما و سوالات شما باشیم. پس ما رو دریابید، ما هم شما رو. فیض خداوند عیسی مسیح با شما باشه. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شما میتوانید با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 با ما در تماس باشید. ای محبوب دل من، چه زیباست آواز تو، محبت تو نیکوست، نیکوتر از شراب مو. ای حبیب جان من، دل رو با ستای تو، نام هست چه عزیز هست، چه شیرین هست به کام من، نام هست چه عزیز هست، چه شیرین هست به کام من. سویت بدهم روزها در سایه تو، به آرامی خواهم نشست، مرا به اجده هایم آبر تا شادان شدم. بیا محبوب من، نجات من، امید من، بیا محبوب من، نجات من، امید من.
احساس از شراب روح تو، بگذار تا جاری شب از آسمان به باغ تو، برگرد ای حبیب من، جانم در انتظار است، بیا محبوب من، نجات من، امید من، بیا محبوب من، نجات من، امید من. شما می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید. گر به آسمان بنگرم در آنجایی محبت حقیقیه
شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com